سلام، مهسا هستم. به چهارمین کامنت خوش اومدین. همیشه بحران‌های عمومی توی حوزه‌های مختلف کشور تاثیرگذار بوده. البته که دنیای موسیقی هم از این ترکش‌ها در امان نمونده. مشکلات اقتصادی و درآمدزایی، کم ارزش شدن پول ملی و حالا هم کرونا، مشکلات زیادی رو برای هنرمندان توی مارکت موسیقی به وجود آورد. این اتفاقات باعث شده که یه سری از هنرمندان به دنبال شغل دوم، درآمدزایی از طریق یوتیوب و تبلیغات و مهاجرت برن. مهاجرت هنرمندان همیشه جزء اخبار جنجالی بوده و توی این سالها به دلیل ممنوعکاری، درآمدزایی بیشتر و مسائل دیگه مهاجرت می‌کردن. چندی پیش به دنبال قیمت طولانی آقای محسن یگانه، یه سری از رسانه‌ها اومدن گفتن که ایشون به خارج از کشور مهاجرت کردن. و این خبر مهاجرت کاملا تکذیب شد. بعد از اون خبر مهاجرت آقای رهنما و خانم سوارات به ترکیه بود که خبرنگاری گفته بود ایشون برای همیشه از کشور رفتن و خودشون این خبر رو تکذیب کردن و گفتن که برای کار و فعالیت به کشور برمی‌گردن. شایعاتی هم در مورد آقای بنیامین بهادری بود که همراه همسر و خانواده همسرشون به آمریکا مهاجرت کردن. البته وقتی که فرزندشون به دنیا اومد به کشور برگشتن و به تمام این شایعه خاتمه دادن. آقای مهدی مدرس که به آلمان مهاجرت کردن توی مصاحبه گفتن دلیل مهاجرتشون ممنوعکاری به دلیل حمایت از حیوانا بوده. توی کنسرتشون دو تا گربه رو میارن بالا و از حیوانا حمایت میکنن. البته هیچ مرجع رسمی این موضوع رو تایید یا تکذیب نکرده. آقای خواجه امیری ویدیویی رو توی صفحه اینستاگرام خودشون از اجراشون همراه آقای هومن نامداری و سارا ناینی منتشر کردن و نوشتن که هر دو این عزیزان برای زندگی بهتر مهاجرت کردن و امیدوارم هر جا که هستن زندگی عالی رو داشته باشن. خواستم که کمی با این ویدیو خاطره بازی کنید. البته ناگفته نمونه که تبعات این شرایط فقط به این دسته از مهاجرت ها ختم نمیشه، بلکه باعث شده تعامل خواننده ها با مخاطبینشون کاهش پیدا کنه و تولید آثار موسیقی کم بشه. باید دید که بعد از بهبود شرایط چه تعداد از خواننده ها موندگار هستن و چه تعدادی هم فید میشن. مرسی که ما رو تماشا کردید. شما میتونید ویدیوی برنامه رو توی صفحه رسمی آوای فردا و یوتیوب پرشین مدیا گروپ تماشا کنید.